نه خیر، من هرگز همچو اظهارات نداشتم و از همچو گزارش آگاه نیستم و ممکن هر کسی بخواهد از نقل قول من صحبت کند، اما بدون منبع. باز هم باید تکرار کنم که من هیچ نوع اظهاراتی در این مورد نداشتم و منبعی وجود ندارد. کسی با من در مورد این مسئله مصاحبه ای نکرده است. این اولین بار است که من این مسئله را میشنوم و بویژه یک رسانه خاص دروغ گفته است و فراتر از آن همچون نقل قول و گزارش دهی به من مربوط نمی شود به خاطر که من در این مورد چیزی نگفتم. تشکر از اینکه مسئله روشن ساخته. یعنی خبرگزاری همچنان مارشال دوستان متهم ساخته است که در همکاری با داعش وضعیت امنیتی شمال افغانستان تهدید میکند. به نظر شما دوستان در موقف است که این کار را بکند؟ تخریب امنیت منطقه به معنی چی است؟ این به جز اتهام بستن به کسی معنی ندارد. در این گزارش ممکن تبلیغات در حمایت از عملیات امنیتی نشر شده باشد و یا اینکه آنها میخواهند در سیاست‌های داخلی دخالت کنند. به نظرم باید در مورد آنچه شایع می‌شود با احتیاط صحبت شود و افراد را بدون اینکه اسناد کافی در دست باشد متهم نسازند و گفته شود که او میخواهد امنیت شمال افغانستان را متاثر بسازد و نه اینکه مشخص شود چطور این کار را خواهد کرد. فکر میکنید چرا خشونت‌ها در افغانستان به خصوص هدف قرار دادن اقلیت هزاره در کشور شدت یافته است؟ باز هم واقعیت این است که ما نمیدانیم، اما یکی از مشکلات عمده این است که شما در مورد خشونت‌های فرقه ها و قومی صحبت میکنید و در برخی مناطق از زمانی که روزها از کشور برآمدند ادامه یافته و با مرور سالها بدتر شده است. در چارچوبات امنیتی فعلی این رقابت ها و جنگ ها محدود و محو شده است. وضعیت برای افراد سر قدرت فرصت آن را داده که مناطق را تصرف و کنترل کنند و کسی رد آنها را پیدا نکند. آنچه ما می توانیم متیقن باشیم این است که واقعات مرتبط به تنش‌های قومی و فرقه‌ای وجود خواهد داشت. طالبان مکررن از حضور داعش در افغانستان انکار کردن، اما گزارش ها کیست که رقم اعضای این گروه در افغانستان دو برابر شده است و در گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده است که رهبران القاعده بار دیگر در افغانستان جایگزین شدند. نظر شما در این مورد چی است؟ در این مورد سوالی وجود ندارد که گروه داعش بسیار تهدید بزرگ و درهم گسیخته است. باز هم باید بگویم که ما باید بسیار محتاط باشیم به خاطر که در برخی از موارد به گزارش هایی که کسی چی میگوید اکتفا میکنیم و رقم و مشخصات آن واضح نمی باشد و معلومات نادرست منتشر می شود. به همین خاطر آنچه که مهم است این است که با معنی باشد به خاطر که کسی در این مورد و اظهارات چیزی نمیداند. به نظر شما داعش در افغانستان چی میخواهد و چون رهبری طالبان را تهدید میکنند؟ بخشی از این معضله این است که برای پوشش این موضوع معلومات روشن وجود ندارد. ممکن آنها بخواهند در برخی از نقاط افغانستان برای خود تشکیلات بسازند و در اصل آنها از وجود نیروهای محلی و گروه‌های منطقه‌ای استفاده می‌کنند و بسیار یک تلاش دشوار خواهد بود که تشکیلات را بسازند و در نتیجه یک گروه بسیار خشن افراطی تشکیل دهند. اما در بین خود اعضای گروه‌ها و مراکز و افراد بسیار فرق وجود دارد که آنها را از هم جدا می‌سازد. اما در کل آنها ایدئولوژی دارند و رهبران خود را دارند و آنها منظم و هماهنگند و در برابر حکومت نامنظم قد علم میکنند. آنچه ما شاهد هستیم حملاتی است که ممکن باعث تلفات شود و زیان در بر داشته باشد، اما بیشتر مربوط این است که حکومت چگونه ساختار پلیس و قوای عدلیه را ایجاد میکند و پروسه حکومتداری را اعاده و نوع اقتصاد را ایجاد میکند. در برخی موارد این یک رقابت در افغانستان است که کی برای نفوذ در میان مردان جوان و خرید جنگجویان پول به دست میآورد. ما در مورد پیروزی بر قلب ها و اذهان مردم صحبت نمی کنیم و اینکه چه شماری از جنگجویان را استخدام می کنند و پول و سلاح را از کجا به دست می آورید. وضعیت اکنون بسیار شکنند است و دشوار است که این طور به پیش برود به خاطر که در برخی از مناطق جنگجویان ارشد حتی معاش ندارند و آنها نمی توانند یک حکومت ملی موثر و قوای پلیس داشته باشند که تا کنون این کار را نکردند. در اکثر مناطق افغانستان در این حال نظم خاصی برقرار نیست. به همین خاطر برای طالبان یک هشدار است که در آینده آنها شاهد بی‌ثباتی و خشونت در مناطق منقسم شده خواهند بود. هیچ کسی از ما نمیتواند بگوید که ممکن این گروه بخواهد در برابر حکومت طالبان ایستادگی کند و اینکه تا چه حد داعش پیروز خواهد شد.
فکر میکنید ایالات متحده و طالبان اگر فرصت ایجاد شود بخواهند که با ایالات متحده مشترکاً در برابر داعش مبارزه کنند؟ من معتقد نیستم که ایالات متحده بخواهد هر نوع معاونت نظامی با طالبان داشته باشد. ممکن برنامه برگشت اقتصاد به حالت عادی را داشته باشد که به همین خاطر کمک میفرستد. به طور مثال آنها بخواهند قسم رفتار کنند که طالبان به طور مثال تغییر نظر دهند و برای زنان اجازه کار و تحصیل را بدهند. اما فکر میکنم امکان همکاری نظامی میان ایالات متحده با طالبان وجود ندارد، مگر آنکه یک واقعه واقعا بد از سوی گروه داعش یا جنبش های دیگر اتفاق بیفتد که افغانستان قادر به رسیدگی به آن نباشد. تهدیدات داعش برای ایران و آسیای میانه تا چه حد نگران کننده است؟ روسیه و ایران هر دو از حضور داعش در افغانستان نگرانند. نظر شما در این مورد چی است؟ در حال حاضر بسیار روشن است که هیچ نوع حرکت خارجی از جانب روسیه و ایران صورت نگرفته که نظم را به افغانستان بیاورد، اما ممکن آنها تلاش‌های خود را بکنند که هر نوع تهدید در مناطق خود را دفع سازند. ممکن قضایایی وجود داشته باشد که آنها از رهبران انفرادی در سطح محلی حمایت کنند و در کل از سیاست‌های ملی در بخش معاونت و رفتار با طالبان نیز نقش داشته باشند. با آنکه وضعیت بسیار نابسامان نیست، اما مطلقاً نظم نیز برقرار نیست و دلیل این که در وضعیتی که یک جنبش جدید به میان می آید خطر ایجاد می شود، به خصوص این که شخصیت های انقلابی در ساختار موجود روابط مستحکم برای حکومت داری ندارند. برخی اوقات در برخی کشورها پس از ماها نظم برقرار می شود و در برخی از کشورها مانند کانگو سالها طول می کشد. تلاش بر این بوده است تا یک ساختار منظم و ثابت سیاسی ایجاد شود و به همین خاطر پیش بینی کردن ساده نیست، ولی بدون داشتن معلومات و شواهد تاریخی ممکن درست نباشد.